پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فارسی انگلیسی لندن روز پنجشنبه 10 می در پایتخت بریتانیا آغاز به کار کرد. میهمان ویژه مراسم آغازین این جشنواره آقای پرویز صیاد، ببینیم چه گفت. با مفهوم تئاتر، تئاتر فقیر، اول بار در جشن هنر شیراز با گروتوفسکی آشنا شدیم. تئاتری قائم بر ذات خود، یعنی قائم بر بازی، بازی لخت و عاری از تعلقات دیگر مثل دکور، لباس و تمهیدات فنی و غیر فنی. گرچه گروتوفسکی خود نمونه از اون چه تئاتر فقیر مینامید ارائه میداد، اما برای نسل جدید برآمده از تئاتر در ایران که بیشتر متکی به کمک‌های دولتی بود، هنوز اون چه گروتوفسکی از تئاتر فقیر میگفت از تئوری فراتر نمیرفت، تا اینکه به حکم سرنوشت اجتماعی خود بعد از انقلاب اسلامی بخشی از خانواده تئاتر ناگزیر به تبعید و مهاجرتی ناخواسته گردید و با گذشت زمان هر کدام به نوعی تئاتر فقیر را نه تنها تجربه بلکه زندگی کردند. آقای پرویز صیاد همونطوری که شنیدید به تئاتر فقیر و آواره اشاره کرد. در رابطه با فقر این تئاتر بعد از این مراسم با او گفتگوی کوتاهی داشتیم. تئاتر فقیر وقتی گروتوفسکی مطرح کرد، منظورش فقر مادی نبود، بلکه بیشتر فقر معنوی بود. حالا همونطوری شما اشاره کردی، تئاتر ما در غربت هم به فقر مادی دچاره هم معنوی، هر دوش اینا هم جز پیامدهای غربت یا مهاجرت یا تبعیده. ولی من امروز بیشتر به معنای فقر مادی قضیه چسبیدم، به خصوص که جشنواره همطور که خبر دارید همیشه با اعتبار مالی دولت‌ها و یا سازمان‌های خیر که پشتیبان مسائل فرهنگی هستند انجام میشه. اگر تئاتر فقیر و آواره معنا داره، جشنواره فقیر و آواره معنا نداره، که حالا من اشاره کردم که با این جشنواره معنا پیدا کرد، برای که ادعا کردن که دوستان که هیچ پشتوانه مالی ندارند، در نتیجه بایستی که با همون فقری قناعت کنند که تئاتر فقیر بایستی قناعت میکرد. در واقع گروتوفسکی از اینکه تئاتر فقیر مطرح کرد، یعنی تئاتر در بند تعلقاتی مثل دکور و لباس نباشه، بلکه به جوهر خودش بپردازه که بازی و بازیگری است و سخن و سخنوری است. یعنی روز اولی که تئاتر به دنیا آمد، یعنی به وجود آمد در پیش از میلاد مسیح در یونان، از با یک بازیگر و سخن گفتن یک بازیگر شروع شد. این تمهیدات بعدی در طی قرون به اون افزوده شد، یعنی برگشتن به جوهر اصلی تئاتر و جوهر خود تئاتر و نه تعلقات دیگه، تعلقات فنی و غیر فنی. منظور گروتوفسکی این بود و اون چیزی که من امروز اشاره کردم، خواستم بگم که پدیده تبعید خود به خود تحمیل میکنه تئاتر فقیر و آواره رو به اون موجی که از مملکتشون پراکنده میشن، که در واقع هر دو معنا رو به دنبال داره، معنای فقر مادی و معنوی. مدیر جشنواره خانم سوسن فرخ‌نیا گفت دو کلمه نماد این جشنواره هستند: استقلال و تشکر. استقلال به خاطر اینکه حمایت‌های مالی نهادهای بریتانیایی مانند شورای هنر قطع شده، و تشکر از کسانی که سالیان سال است با گروه سام و 5 سال است با این جشنواره، و به ویژه برای برگزاری این جشنواره که حمایت دولتی و نهادهای دیگر را ندارد رو میسر کرده. لغت اول مستقله،
چرا ما اسم خودمون رو مستقل گذاشتیم؟ یکم اتفاقا تو فیسبوک با طنز نوشته بود ایندیپندنت، یعنی اینکه زیرش معلوم نیست چیه. چرا؟ معلومه. گروه تئاتر سام از سال 2000 وقتی شروع کرده فقط با پول شخصی رفته جلو، چند سالی بیگ لاتاری به ما بودجه داد یا همین آرت کانسل، شورای هنری چیز، که اینم پول لاتاری، پولی نیست که از هیچ دولتی بیاد. لغت دوم تشکره، برای اینکه همه دارن بدون جیر و مواجب کار میکنن و من به عنوان سرپرست اینا فقط میتونم بگم ازتون ممنونم. از خانم سوسن فرخنیا در رابطه با چگونگی برگزاری یک جشنواره بدون حمایت مالی پرسیدیم. جمع جور کردنش فقط واقعا همت دوستان بود. همت دوستان و این در واقع من یه معلم حرکت داشتم به اسم مونیکا پنیو، تمام مدتی که پلیو ژاکلوکو کار میکردم همیشه به من گفت تو مثل این عروسک های روسی هست میزنیم تو سرش میاد دوباره بالا، گفت تو مثل اونایی هرچی اینجوری میزنم بیشتر میای بالا. نجم من دوباره بچه ها رو دور هم جمع کردم، خیلی هم کمک کردن، گفتم نمیشه که اینجوریم، بالاخره اینجوری نمیشه، باید بریم دوباره. و این شد که یه بودجه از یه در واقع یه شرکت ساختمانی روزیتا غربی برامون پول سالن رو گرفت، دوستان دیگه کمک کردن، از بیزنس های دیگه یه مقداری پول گرفتن، دو تا مهمونی دادیم، ملت دوستان همه پشتیبانی کردن، بلیت خریدن اومدن. خب به هر حال الان راه افتاده، ولی خب گیشه خیلی برامون مهمه، ما الان وابسته گیشه هستیم و هیچکی هم همه دارن به جیر مواجب، فقط این شور و عشقی که دور هم جمعیم و به هر حال داریم به یک نوع یک تئاتر بی سانسور، یه فضای راحتی رو داریم مزه مزه میکنیم. من همیشه اصرار کردم که امکانات تئاترمون خوب باشه، تئاترای خوبی بریم که مشکلات نور نداشته باشیم، پشت صحنه نداشته باشیم، صحنه بتونه پذیرای هنرمندای حرفه‌ای باشه، هنرمندایی باشه که جای لازم دارن. نجاتا خب شروع کردیم به جلب توجه هنرمندایی که کارهای متفاوت میکنن، امیدواریم هی هر روز سطح کارا بالاتر بره و تبدیل به یه فستیوال واقعا اینترنشنال بشه. این جشنواره با یک نمایشی که چیزی بین پانتومیم و حرکات موزون بود آغاز شد که داستان خسرو شیرین گنجوی است. این قطعه اکثر بازیکنانش لهستانی بودند و از لهستان به لندن آمده بود. بعد از اون یکی از آثار چخوف به زبان فارسی به روی صحنه رفت. موهاشو وقتی میزنه بالا خیلی زیبا میشه و دوست داشتنی، درست مثل یه رویا. بله بله، مثل یه رویا، هر آن ممکنه اونا برسن. آلی جناب، آلی جناب چی میخوای؟ بابا این گزارش تموم نمیشه. ما خیلی جوان هستیم. چیه؟ منتظر یه پیرترش بودی؟ نه، بدون شک من منتظر آدمی تقریبا به شکل شما بود. میدونی کار من اینه که از دیواره بالا برم کسی رو بکشم، اما در مورد امشب قبلا از من خواستن که راه معمولی نیام. آره تخصص من اغلب مایه تصاف منه، من همیشه از کاری که دارم ناراحت هم، میفهمی؟ خب این روزا خیلی کم دیده میشی که آدم ها از کار خودشون راضی باشن. و روز اول ساعت 10 شب پایان یافت.